میگم برعکس، رسوندن دانش آموز تا 60 70 خیلی کار ساده ای نیست. هر کسی میتونه این کارو بکنه، هر معلمی، اما هر معلمی نمیتونه. وقتی بچهای فرزانگان، بچهای انرژی، بچهای اجی، بچهای علامه هلی، بچهای خوب، وقتی نگاه میکنی خیلی جالبه، متوجه میشی میگن آقا ما 60 رو نمیخوایم، 50 رو نمیخوایم، میخوایم 80 رو رد کنه و اون تاثیر رو داشته باشه. خصوصا انسانی ها، امسال هم که میدونید دیگه، ریاضی و یه سری درس ها واقعا فاجعه بود، بس عربی باید کمک‌کار خیلی درس ها باشه. چند ساعت در هفته بخونیم؟ فعلا در حال حاضر برای خوندن عربی 2 یا 3 ساعت یک روز در میان برنامه میدم. روش تدریس رو چیکار میکنید آقای رمضانی؟ میخوام این 2 جلسه‌ای که فرست کلاس اصطلاحا، بیام براتون 2 تا موضوعی که هر سال سوال کنکور میاد و براتون بررسی کنم. سال 98، سال 99، سال 1400، از کدوم هر سال اومد؟ اسم تفصیل، درس 1 کتاب 11، درس 2 کتاب 11 از انسانی ها و عدد شرط. امروز اینو میگم، دفعه بعد اینو میگم، میشه 8%. چه جالب. بعد ترجمه ها رو براتون میگم، بعد از ترجمه ها تحلیل صرفی، ضبط لغت واژه ها رو کار میکنم با درک مطلب. 3 سوال قواعد میمونه، جمع میکنیم شست و رفته، تا اول آبان ما باید به اون درصد 60-70 برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته قرار بود بگیم کلن عربی رو آقای رمضانی جمع کرده تو چند تا نکته. آقای رمضانی میگه کل عربی رو توی 100 تا نکته مفهومی، نه اینو دیدی اینو بزن، تحلیل میکنه. 50 تاشو شما رو میرسونه به مرز 60 یا 70، 50 تا دیگه باید بالای 70 بزنید. خب بچه های خوبم، دارم 3 تا نکته رو میگم، هر جلسه 3 نکته یا 4 تا، حالا یه وقتی شد 4 تا نگی، چرا 4 تا شد، 3 نکته بیان میشه. امروز هم 3 تا نکتهش رو بیان میکنم. حالشو دارید شروع کنم؟ حالشو دارید شروع کنم؟ 3 تا نکته یه سوال کنکور 98 99 1400 1401. ازتون خواهش میکنم بعد از کلاس حتما تحلیل فیلم های که مربوط به هنر بود نگاه کنید و بدونید با تحلیل اون در واقع موضوعاتی که ارتباط به تحلیل صرفی داشت، 3 تا سوال و ضبط داشت، چقدر تونستم تأثیر گذار باشم. ازتون خواهش میکنم این کارو بکنید. اگر دیدید خیلی تأثیر داشت، پس بدونید یه کسی هستم تو این کار تجربه دارم، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید. بچه خوبم 3 تا نکته رو با من همگام باشید. 3 تا نکته. عرفان هم اینجا داره گوش میکنه، قرار بوده هنسفری رو برداره گوش کنه. آخر کلاس ازش میپرسم، یه دونه از این سوالا رو میکنم، سوال امتحان آخر کلاس از همتون میپرسم، بچه ها نتیجهشون عالی باشه همونو میگیریم، کد تخفیف رو میگیریم. با من همگام باشید، بریم بچه های خوبم. مرسی آقا حجت الله، مرسی عزیزم. خب هیچ کتاب تست نمیخواد، جزوه من کامل برای تست لازم نداریم دیگه، هیچ. من برم آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما رفتیم، خدای برامدتون. آرام ازانی جزوهتون چیه؟ نوشته جزوه معارفه. این چی یعنی؟ چی معارفه؟ معارفه یعنی آشنا شدن با روش تدریس. آرام ازانی چرا از اول شروع نکردی؟ به 2 تا دلیل. به این که به خاطر اینکه بعد جلسه فرست کلاس میرسیم جلسه اول، از اول براتون شروع میکنم. اول هدف من، نه اینکه یه سری چیزای صد من یه قاز بگیم که به درد نخوره. میشه لطفا بیایید؟ بس این برای 1401. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما رفتیم. موضوع درس 1 از 11 هر سال سوال کنکوره. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما رفتیم. عرفان هم گوش میکنه. بالا خیرت هم گوش میکنه. عرفان. تمام ها؟ عرفان تمام کنه.
کوتاه، مختصر، مفید. سوال یک، این ما فیه اسم تفصیل، این ما به چه معناست؟ مایی که بعد از فعل میاد یعنی آنچه. داستان درسمون اسم تفصیله. اسم تفصیل هرمزانی ساده نبود؟ همون افعل و فعلا نبود؟ اکبر و کبرا، اصغر و صغرا؟ چرا عزیزم؟ همونه. اما میخوام یه چیز جالبی به اعتیاد بدم. اسمی که در وزن فعلا بیاد و جمع افعل که میشه افائل، مثال